احمد بخارایی، استاد دانشگاه و مدیر گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران، معتقد است که ایران وارد فروپاشی اجتماعی شده است. در برنامه هفته گذشته به عبارت دیگر در گفتگو با او، از او درباره تعریف فروپاشی اجتماعی، نشانه‌های آن و عواملی که منجر به فروپاشی اجتماعی می‌شود سوال کردم. امروز در بخش دوم و آخرین برنامه درباره پیامدهای فروپاشی اجتماعی گفتگو می‌کنم. آقای احمد بخارایی، به بخش دوم برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. آقای بخارایی، ما در بخش اول صحبتامون رسیدیم به اونجا، به مسائلی که به فروپاشی اجتماعی میتونه در پی داشته باشه، یعنی اینکه چه اتفاقی میتونه در یک جامعه از نظر اجتماعی فروپاشیده بیفته. شما اشاره کوتاهی کردین به این مسئله، میتونید یه مقدار زیادی توضیح بدین که مثلا فرض کن یکی از مسائلی که شما مطرح کردین در برنامه گذشته مسئله شورش‌های اجتماعی بود که ناشی از فروپاشی فرهنگی بود، ولی خب شورش‌های اجتماعی میتونه ناشی از به اصطلاح فروپاشی اقتصادی و مسائل معیشتی و زندگی مردم هم باشه. شما چه پیش‌بینی دارین برای جامعه‌ای که از نظر اجتماعی فروپاشیده؟ من ابتدا تشکر میکنم از شما که مجدد به این بحث پرداختید. بحث مهمی است فروپاشی اجتماعی و پیامدهاش که سوال آغازین شماست. من در جلسه قبل عرض کردم که یک درهم تنیدگی مشاهده میشه بین همه خرده نظام‌ها، و اگر ما تفکیک میکنیم یک تفکیک ذهنی هست، میگیم خرده نظام سیاسی، خرده نظام اجتماعی، خرده نظام فرهنگی یا خرده نظام اقتصادی. در عمل و در بیرون یک درهم تنیدگی بین همه. بنابراین در هر قسمت که نقطه مثبت یا منفی دیده بشه، در بخش‌های دیگه خودش رو به شدت نشون میده. حالا ما بخش اجتماعی رو انتزاع کردیم و در موردش داریم صحبت میکنیم، بنا به تأملات جامعه شناختی که من داشتم. بعد از این مسئله که میخوام عرض کنم در خصوص پیامدهای فروپاشی اجتماعی که بسیار مهم هستن، شما ببینید نومیدی نسبت به آینده وقتی که فروپاشی اجتماعی تشدید میشه، نومیدی هم تشدید میشه. یعنی درست نومیدی نسبت به آینده یکی از عناصر محتوایی فروپاشی اجتماعی است، اما خود این فروپاشی باز در تشدید نومیدی نسبت به آینده تأثیر مستقیم داره. این نومیدی نسبت به آینده ممکنه سراغ والدین بره که نسبت به فرزندانشون، به این معنا که من گاهی اوقات احساس میکنم در جامعهمون که فراتر از نومیدی نوعی ترس در بین والدین شکل گرفته نسبت به آینده. ترس خیلی عمیق تر از نومیدی است. خودشون یک طرف، آینده خودشون، زندگی مشترکشون، شخص خودشون، و کسایی که نسبت به فرزندان تعهد دارن نسبت به فرزندانشون. خانواده رو شروع کردن به عنوان یک نهاد اجتماعی مهم، حالا فراتر از اون افرادی که میرن و تحصیلات میکنن، بالاخره جامعه ایست که این همه دانشگاه داره، این همه صندلی خالی داره، و مدرک هم در این جامعه متاسفانه از یک اعتبار ویژه‌ای برخورداره. خود نفس مدرک رو عرض میکنم، به همین خاطر این نفس مدرک گرایی باعث شده که اینقدر اون روند ناصحیح کنکور و اون نوع شکلگیری دانشگاه ها و اونچه که در دانشگاه مشاهده میکنیم شکل آسیبزایی داشته باشه. خب افراد میرن تحصیل میکنن، بعد میخوان ایفای نقش بکنن با یک اشتغالی که در جامعه خواهند داشت. این نومیدی نسبت به آینده در از تحصیلات رو کاهش میده که هیچ، دانشگاه ها با افول بیشتر مواجه میشن که هیچ، نهایتاً این افسردگی، این پریشان احوالی، این نمیدانم چه کنم ها، اینا هر چی در جامعه بیشتر افزایش پیدا بکنه، نهایتا اون پیامدهای به اصطلاح یا خروجی های فروپاشی اجتماعی است. یک چیزی که میخوام توجه شما رو و بینندگان عزیز رو جلب بکنم، بحث زنان هست.
ببینید نیمی از جامعه به قشر زن تعلق داره. ما در جامعه خودمون احساس میکنیم که گاهی اوقات با یک ستمگری جنسی مواجه هستیم. یه موقع از بحث تفاوت جنسیتی است، یه موقع بحث نابرابری جنسیتی است که شما نابرابری رو مثلا با گذاری یک شغل یا دادن دستمزد بیشتر این رو کم و بیش میتونید جبران بکنید، اختلافی که بین زن و مرد در جامعه وجود داره، یا فرض کنید با اصلاح قوانین حقوقی. اما ستمگری جنسیتی فراتر از بحث تفاوت جنسیتی یا نابرابری جنسیتی، ستمگری جنسیتی ریشه در یک فرهنگ، ریشه در ارزش ها داره که ارزش ها خودتون در قالب الگوهای رفتاری متبادر کن. وقتی فروپاشی اجتماعی بیشتر و بیشتر میشه، اون قشری که در جامعه ما بیش از همه آسیب میبینه زنان هستند. زنانی که مورد تعرض و آزار قرار میگیرن بر اساس اون کلیشه‌های مرد سالارانه، چون دیگه جامعه‌ای که تار و پود درستی نداره طبیعتاً اون الگوهای کهن بیش از پیش ارزندام میکنن در جامعه. حالا در این وانفسای فروپاشی اجتماعی که فروپاشی اقتصادی رو هم عرض کردم که طبیعتاً به دنبال خواهد داشت، حالا شما ببینید زنانی که فقیر هستند و نیازمند هستند در یک فضای فرهنگی که آغشته شده با ارزش‌هایی که مرد سالاری رو به شدت تشویق میکنه، ترغیب میکنه و به اونها مدد میرسونه. حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم که مرد سالاری چگونه در ارزش‌های اعتقادی ریشه داره و ریشه‌های بسیار عمیق و کهن داره. در این فضا ما تصور کنید حالا یک زنی که با مشکلات اقتصادی مواجه بوده، حالا بیشتر مواجهه، چون که شرایط اقتصادی هم بنابر فروپاشی اجتماعی بدتر و بدتر میشه. این زن فقیر برای اینکه به نیازهای خودش پاسخ بده تو فضای فرهنگی، ببینید چه خروجی خواهد داشت، به چی تن خواهد داد، اصلا چه کار باید بکنه که باید زنده بمونه. یعنی جز تن فروشی و جز تشدید آزار جنسی و تعرض جنسی راهی نمیده. من میخواستم تأکید بکنم به بحث ستمگری جنسیتی که ما هرچه شرایطمون در جامعه خودمون بحرانی تر میشه، از این قشر زن نباید غافل بشین که اونها بیشتر آسیب میبینن. به همین خاطر این مسئله رو بول کردم. حالا جناب بخارایی، شما به هر حال پیامدهای فروپاشی اجتماعی بستش دادین که به دنبال خودش پیامدهای اقتصادی داره، فروپاشی اقتصادی داره، فروپاشی فرهنگی داره، قاعدتا بایستی نهایتا به فروپاشی سیاسی هم منجر بشه. عرض کردم من دفعه گذشته نشسته اولمون عرض کردم که اون چیزی که در 2 اسفند 98 اتفاق افتاد برای نخستین بار، کاهش مشارکت سیاسی تا حدود 40% در انتخابات مجلس، یعنی به یه اعتباری مشروعیت مجلس در مقابل علامت سوال قرار داره. این زنگ خطری است که برخلاف کسانی که صاحب قدرت هستند در ایران، هر صاحب قدرتی میخواد قدرت خودش رو با لطائف الحیل حفظ بکنه، اونها بدانند بر اساس واقعیت اونچه که در دنیا اتفاق افتاده، در تاریخ اتفاق افتاده و به طور خاص این در کشور ما حادث شده، بدانند که سرنوشتشون پیوند خورده با مسائل اجتماعی. اگر این عضو اجتماعی احساس بکنه که نسبت به آینده میتونه احساس امنیت داشته باشه، امنیت معیشتی، امنیت مالی، امنیت ذهنی. امنیت ذهنی همینی که پاسخ داشته باشه برای این پرسش که من برای چه زنده هستم. آلبر کامو جمله جالبی داره، میگه فیلسوفان با پرسش‌های ذهنی خودشون درگیر میکنن و طبیعتاً این احساس و هویتی که بهشون دست میده همون معنای بودنشونه. یک امر ذهنی، پرسش ها هست، پاسخ داده میشه، پس مشخصه اگه فیلسوف از خودش بپرسه من برای چه زنده هستم، پاسخشو داره، چون که درگیری ذهنی داره. اعضای جامعه فیلسوف نیستن که درگیری ذهنی داشته باشن، نمیتونن در اتاق ها خودشونو محبوس بکنن و مطالعه بکنن. اونها میخوان اطمینان داشته باشن که نیازهای اولیه‌شون، نیازهای ثانویه‌شون، نیازهای ثالثشون، شکوفاییشون تا
نهایت عرض میکنم اون امکان شکوفاییشون، یعنی سیر شدن شکمشون تا خود شکوفایی اجتماعیشون، مراحل پنجگانه سلسله نیازهایی که هست، اینها امکان پاسخگویی داره. اگر اینها امکان پاسخگویی نداشته باشه، هیچ ملتی هیچ وقت عقد دائمی با هیچ قدرتی نبستن. اینها بحث علمی است، بحث اینکه حالا من مثلا مخالف سیاسی هستم یا نیستم نیست. من دارم به عنوان یک جامعه شناس که توی ایران زندگی میکنم و بیش از 25 سال به هر حال دارم تأمل میکنم، با آدما نشستم و برخواستم، تحقیق داشتم با دانشجویانم، جاهای دیگه، این موارد عینی و واقعی است که باید بهش توجه بشه. طبیعتاً قدرت سیاسی هم با تهدید جدی مواجه خواهد بود، اما من قبلاً هم گفتم که ما با یک فروپاشی اجتماعی مواجه هستیم، اما فروپاشی سیاسی اتفاق نیفتاده و بسا سالها فروپاشی سیاسی به معنای یک سقوط، به معنای بریک داون عرض میکنم، نه به معنای کل، چون که نظام سیاسی فروپاشیش لحظه ایست، یعنی از نقطه 100 به نقطه 0 سقوط میکنه، ولی فروپاشی اجتماعی کیفی است، شدیدتر میشه و آسیب رسانتر میشه. بسیار خوب، در همین رابطه اتفاقا میخواستم این سوال رو از شما بکنم که شما در عین حال که میگین که ایران دچار فروپاشی اجتماعی شده و در عین حال وارد این صحبت رو هم در یک گفتگوی با یک خبرگزاری میکنید که میگین در عین حال ایران وارد یک ابر بحران هم شده، ولی در عین حال هم میگین که حکومت ایران دچار بحران سیاسی نیست، این به نظر میشه یه خود تناقض بین این صحبتاتون. ببینید، من ابر بحران رو توضیح بدم. بحران یعنی ما یه مسئله اجتماعی داریم، یک بحران داریم، یک ابر بحران داریم. خیلی از جوامعی که از یک تقریبا نظم نسبی برخوردار هستن، با برخی بحران ها، ممکنه بحران طبیعی باشه، ممکنه مثلا اون چیزی که در فرانسه اتفاق افتاد و اعتراضاتی که چقدر گسترده شد که اگر یک دهم این در کف خیابان‌های ایران بخواد اتفاق بیفته، عواقبی خواهد داشت که یک صدامش هم در فرانسه ما شاهد نبودیم. کشورهای این چنینی با بحران‌ها مواجه میشن، بحران‌ها رو کنترل می‌کنن. چرا؟ چگونه کن؟ نه با نیروی پلیس و اون نگاه امنیتی، با تعامل، گفتگویی که دارن و شنیدن صداها، به این معنا کنترل میشه. ابر بحران زمانی است که شما در چند ساختار بحران دارید. اما در ایران ابر بحرانی که من گفتم این بود که اولا اینکه در بیش از یک ساختار شما اون بحران رو می‌بینید، چه ساختار اقتصادی، چه ساختار اجتماعی، چه ساختار فرهنگی، که یک شرایط کم و بیش آنومیک و بیهنجارانه در جامعه ما شاهدش هستیم، چه در ساختار سیاسی، که ساختار سیاسی هم شاید مثالش رو عرض کردم، انتخابات 2 اسفند 98. پس این ابر بحران به واسطه این که بحران‌هایی در ساختارها هست که این امکان گفتگو و تعامل هم بین این ساختارها کمتر وجود داره، یک ابر بحران. ابر بحران طبیعتاً کنترلش خیلی دشوارتر از کنترل و نظم‌دهی به این بحران است. اما با وجود این که معتقدم ما با یک ابر بحران مواجه هستیم، چرا میگم فروپاشی سیاسی اتفاق نیفتاده؟ پس به وجود بحران در ساختار سیاسی اعتقاد دارم، اما فروپاشی سیاسی اتفاق نیفتاده، چون که فروپاشی سیاسی با اون تعریفی که من در عرصه سیاسی از فروپاشی دارم، جنس فروپاشی سیاسی با جنس فروپاشی اجتماعی متفاوته. در فروپاشی اجتماعی طیف‌گونه هم امکان برگشت وجود داره، اما در بریکدان و سقوط سیاسی برگشت وجود نداره. به همین دلیله که ما می‌بینیم در محافل آکادمیک استیت کلاپس به کار میره، یعنی فروپاشی دولت ها، یک دولتی میره متعلق به یک حزبی هست، دولت دیگری میاد، ولی پولیتیکال کلاپس شما کمتر میبینید به کار رفته باشه. پس فروپاشی سیاسی یه جوری اصلا شاید بی‌معنی باشه. شاید فروپاشی سیاسی در ایران چرا اتفاق نمیفته به این زودی، من نمیتونم پیش بینی بکنم. این زودی یعنی بعد از فروپاشی، همزمان با فروپاشی اجتماعی اتفاق نمیافته، و فروپاشی اجتماعی داره اتفاق میافته، شدید و شدیدتر میشه، اما فروپاشی سیاسی اتفاق نمیافته. به دلیل اینکه
نظام سیاسی ما با یه سری ارزش ها پیوند خورده که اون ارزش ها یک قدمت 1400 ساله دارن که در رگ و پوست و خون اعضای جامعه، برخی از اعضای جامعه که کم هم نیستن، به جهت کمیت کم نیستن، در اونها اینها جاری است. به این واسطه اون مثلا منبع کسب مشروعیت یک منبع قدیمی است، یک مرجع قدیمی است. بر این اساس نظام سیاسی ما داره از اون مرجع در از آبش خورش اون مرجع هست و بر اساس تکیه به ایدئولوژی و ارزش‌های دینی که داره. و بگم که همون درس کردم که دو گروه در دو سر یک طیف، این سر طیف کسایی که سنت گرا هستن، اینها هم برای خودشون کمیتی، کیفیتی، حرفی، آینده‌ای، اقتدار، این خیلی مهم. و اون چیزی که اپوزیسیون خارج کشور کمتر توجه میکنن و عمدتاً بعد سیاسی رو میبینن و کمتر مسائل فرهنگی و اجتماعی، گاهی برخی البته عرض میکنم، کمتر دقت میکنن، همینه که اینجا یک چیزی هست. تا اون چیز تحلیل نشه، واقعاً موشکافانه بررسی نشه، ما نمیتونیم یک تحلیل چند جانبه و واقعی از جامعه ایران را. بسیار خوب. ولی آقای بخارایی، شما در برها، حالا اگه بشه گفت ارائه نوعی راه حل، صحبت از این میکنین که شما از راه حل اساسی، ساختاری و زیربنایی میکنید. این راه حل ساختاری و زیربنایی کی باید ارائه بکنه و چه کسی باید اینو اجرا بکنه؟ ببینید، ما متاسفانه با یک نوع انسداد اجتماعی هم مواجه شدیم. یعنی فروپاشی که بحثش هست، یکی از مؤلفه هاش انسداد اجتماعی است. حالا که در بحث مشارکت که راه بر مشارکت بسیاری بسته شده، این وجود انسداد اجتماعی که ناشی از اون طرد اجتماعی است، یعنی خیلی از اعضای جامعه احساس میکنن که جامعه به بازیشون نمیگیره. یعنی ما بحران مشارکت و پارتیسیپیشن هم داریم دیگه در جامعه. همه ایناست که دست به دست هم داده اون فروپاشی اجتماعی رو ایجاد کرده. در این صورت کار دشواره، خیلی کار ما سخت. ما هرچی جلوتر میریم، هر روزی که بر این جامعه میگذره، اون راه‌های برون رفت بسته تر و بسته تر میشه. پرسش شما ناظر بر این بود که چه باید کرد که این فروپاشی اجتماعی اتفاق نیفته و چگونه میشه جامعه رو از یک التهاب بیشتر و بیشتر دور نگه داشت. این کاری بسیار دشواری است. من مثال بزنم، مثل یک وسیله نقلیه‌ای که در یک سرازیری قرار گرفته و لحظه به لحظه بر سرعتش افزوده میشه. حالا چطور این زمینی که سراشیبه به یک زمین هموار تبدیل بشه که آرام آرام از سرعت این ماشین کاسته بشه؟ این شاید به یک حادثه بیشتر نزدیک باشه. اینو شما داشته باشید. قسمت دوم میخوام عرض بکنم که این چیزی که ما رو ضربه پذیر کرده همون چیزی است که این سر طیف هست، یعنی نگاه سنت گرایانه. مثال بزنم، میگن امر به معروف. این معروف یعنی اون چیزی که باید باشه. این معروف در کدوم فضای اجتماعی میخواد تعریف بشه؟ فضای اجتماعی 100 سال پیش، 200 سال پیش، 1400 سال پیش، یا در فضای اجتماعی امروز؟ اگه در فضای اجتماعی امروز تعریف بشه، خب بعد جامعه شناسا بشینن تحلیل کنن مسائل اجتماعی رو، ببینن طلاق چیست، علتش چیست، بیکاری اقتصاددانا ببینن علتش چیست، گسست اجتماعی علت چیست. حالا هر چه که اینها رو از بین ببره، تشویق به اون علتهایی که اینها رو از بین ببره میشه معروف. در دو کانتکست، در دو منظومه فکری متفاوت این واژه ها میخواد تعریف بشه که صدای هر یک به دیگری هم نمیرسه و این کار رو بیش از پیش سخت میکنه. نتیجه گیری کنم، از دید من ریشه فروپاشی اجتماعی، یعنی علت اصلی یا اون علت العلل، اون باورهای ارزشی کهن هست که لباس نو بودن نتونستن به تن بکنن
به تن که نکردن هیچ با قدرت و اون نگاه امنیتی و انتظامی و نظامی در آمیختن. بسیار خوب، ولی با این صحبت های شما در واقع ظاهرا امکانی برای اون به کار بردن این راه حل اساسی و ساختاری و زیربنایی وجود نداره در جامعه ایران. بعضی از جامعه شناسا صحبت از حتی انقلاب میکنن در جامعه ایران. چه اتفاقی قراره بیفته در پی تمام این فروپاشی اجتماعی و مشکلات عدیده ای که ایران باش روبروه؟ ببینید آقای فانی، ما در حوزه جامعه شناسی تحلیل وضعیت موجود، آنچه که هست و بر اساس آنچه که هست یک نگاهی نسبت به آینده با احتمالات. واقعا اینکه چه اتفاقی میفته، چون که ممکنه یک عناصری به صحنه بیان که امروز از نگاه من و شما و از صحنه تحلیل ما به دور باشه، یعنی ما نتونیم اونها رو پیش بینی بکنیم، این یک واقعیته. همونطور که در انقلاب ها شما میدونید یه جرقه هایی هست، یه اتفاقات خاصی میفته که مثلا جرقه است به بشکه باروت. من واقعا نمیدونم و هر آن چیزی که به عنوان فرضیه در ذهن شما نقش بسته باشه یا در ذهن دیگران یا در ذهن من امکان وقوع داره. یعنی این گونه نیست که صاحبان قدرت در ایران همچنان با اطمینان خاطر به مسیر گذشته ادامه بدن. همه اینها به عنوان فرضیه امکان وقوع داره. اما اون چیزی که در ذهن من جامعه شناس بولد هست و امروز دارم بهش فکر میکنم، همون چیزیست که شما از من سوال کردید که فروپاشی اجتماعی چیست. من دارم وضعیت فعلی جامعه رو میگم و اینکه این آسیب ها، این جرایم، این که عنوان میشه که بیش از 50% سارقین در چند ماه گذشته، سارقینی که دستگیر شدن کسانی بودن که برای بار اول سرقت کردن، این زنگ خطر در گوش من به عنوان جامعه شناس که منتقل کنم به جامعه هم، زنگ خطر به صدا در میاره. این بر من مهمه، این دغدغه های ذهنی منه. طبیعی است که عرض کردم هر اتفاقی که در بخش های خرده نظام اجتماعی بیفته، بلا فاصله اثرش در بخش های دیگه نظام اجتماعی، در خرده نظام های دیگر از جمله خرده نظام سیاسی بازتاب پیدا میکنه، تردیدی نیست. و این بازتاب ها، ما عرض کردم ساختار سیاسی ما دچار بحران هست و این بحران تشدید میشه. حالا اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، طبیعتا افرادی که عرض کردم که یا انزواس و طغیان، من که ابتدا گفتم بر اساس تئوری جامعه شناختیه، این بر اساس تئوری آلبرت رابرت مرتون بحث میکنه این رو، انواع انحرافات اجتماعی چهار نوع سوم و چهارمش، یا انزواس یا طغیان. حالا ما میگیم طغیان اجتماعی، این طغیان اجتماعی ممکنه طغیان سیاسی ختم بشه. طبیعی است اون کارگری که نمیتونه از دستمزد کافی برخوردار باشه و حیات خودش و خانوادهش در تهدید هست، طبیعی است که فریاد میزنه. حالا فریادها جمع میشن تبدیل به بسیار خب، این طغیان اجتماعی تا حدودی هم دیدیم، همطور که اشاره کردم در به هر حال دی ماه 96 آبان 98 به هر حال اینا طغیان بود دیگه و مردم ریختن به خیابون. ولی آیا اگر که این روند، یعنی فروپاشی اجتماعی، داره به منجر بشه به فروپاشی جریانات دیگه زیربنایی کشور مثل اقتصاد و احیانا سیاسی، آیا به نظر شما در داخل کشور امکان برآمدن یک تشکل رهبری کننده دارای برنامه و قدرت بسیج و سازماندهی اون مردمی که جونشون به لب اومده و میان به خیابون و طغیان میکنن هست، داره امکان همچون به وجود اومدنش هست؟ چون شما در جایی صحبت میکنید که در جامعه‌ای که با بنبست ساختاری مواجه است، احزاب و کنشگرهای جمعی نمیتوانند به معنای واقعی کلمه شکل بگیرند. یعنی آیا میتونیم بگیم که به وجود اومدن همچین تشکیلاتی هم منتفیه؟ من هیچ چیز رو منتفی نمیبینم. معمولا کسانی که نگاه سیاسی دارن، این حزب مخالف اون حزب، و توی انتخابات تلاش میکنه که اون زمین بخوره این بیاد بالا، صفر و صد هست در عرصه سیاسی. یک قدرتی برود، اون نرود، اون باشد، این بحث بر سر وجود و عدم. اما در مسائل اجتماعی همه چیز امکان وقوع و امکان تحقق داره، چون که ما طیف گونه میبینیم، کم و زیاد ترتیبی نگاه میکنیم.
بر این اساس هیچ بعید نیست وقتی که فشارها بیش از پیش بشه از درون جامعه، علی‌رغم همه انسدادی که عرض من در جایی از صحبتم خدمت شما عرض کردم که ما با انسداد اجتماعی مواجه هستیم، اونها رو ما به عنوان پیش‌فرض‌ها کنار بگذاریم، اما با وجود همه اونها چون که یکی نوع سیالیت رو در جامعه معتقد هستم، جامعه لیکویده، مثل آبی که روان میشه و مسیر خودش رو آرام آرام پیدا میکنه، یه مسیری رو طی میکنه که ممکن از قبل قابل پیش بینی نباشه. مسائل اجتماعی این گونه است. شاید تفاوت نگاه جامعه شناس ها با علمای علوم سیاسی شاید در اینجا باشه. بنابراین من محال نمیدونم، اما بسیار دشواره با توجه به وجود انسدادی که هست در ایران این اتفاق بیفته که تشکلی نمایندگی بکنه و این حرکت‌های پراکنده رو تبدیل به یک جنبش معنادار و جهتدار بکنه که به کل جامعه ایران بیش از این خسارت نزنه. این خیلی مهمه. ما ایران برامون مهمه، جامعه ایران، مردم ایران، حالا مردم ایران اهم از مسلمان و غیر مسلمان. اگر این اصل، چون وقتی میگم مسلمان غیر مسلمان، اسلام هم به واسطه اون مردم مسلمانه که داره تجلی پیدا میکنه، پس اگه مردم مسلمان هم تهدید بشن به نحوی اسلام تهدید شده. این رو میگم که کسانی که مدافع تقویت اسلام هستن حرف من رو بشنون. اگر این اتفاق میخواد بیفته باید این اعتراضات گسترده و عمدتا پنهانی که وجود داره جهت پیدا کنه، در داخل جهت پیدا کنه، و شق بدبینانش اینه که بخواد از بیرون جهت داده بشه. و امیدوارم انسداد اجتماعی و به دنبالش انسداد سیاسی در ایران به اونجا نرسه که نیازمند عنصر بیرونی باشه برای رهایی. خیلی متشکرم آقای احمد بخارایی از حضورتون در برنامه به عبارت دیگر. ممنون از شما.